أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. برندگان نهایت ترجمان و گرامی برادر و خواهر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر شما را به خلاصه مضامین و موضوعات قرآن کریم خوش آمدید میگیم. امروز درس ما و شما سپاره 27 جزء 27 است. موضوع اول جزء 27 که سوره زاریات شروع میشه، تقریبا یک صفحه بیشتر در جزی 26 قرار دارد، جزده 27 است. موضوع دوم سورت الطور، موضوع سوم سورت النجم، موضوع چهارم سورت القمر، موضوع پنجم قرآن آسان است، موضوع ششم سورت الرحمن، موضوع هفتم سورت الواقع، موضوع هشتم تشریح آیه و انه لقسم لو تعلمون عظیم، موضوع نوم سورة الحديد و موضوع دوم پنج علت برای انفاق في سبيل الله. موضوع اول سورة زاريات به اعتبار نزول 67 است، سوره مكي 60 آیه مبارکه داره، دارای 3 رکوع است. و الذاريات ذروا، دي 4 قسم قسم ذکر شده. الله میفرمه انما توعدون لصادق، بعد جواب قسم است که چی که برای شما وعده داده می شود این یک چیزی است که حقیقت است، در این دروغ امکان نداره. لیکن مردم با هم مختلف هستند. اینکم لفی قول مختلف، عده می پذیرن عده نمی پذیرن. مسئله دیگری که دیگر ذکر شده صفات متقین است که متقین اعمال نیک انجام می دهند. یک، دو، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کم میخوابند خصوصا از طرف شب. کسی که زیاد میخوابه و متقی شده نمیتونه. و بالاسحار هم یستغفرون. صفت سیوم متقین چیست؟ سحرخیز است، قبل از نماز صبح استغفار میطلبه، استغفار بخشش میطلبه از الله متعال. این دیگر صفت متقین است که صبح وقت برمیخیزد، نماز میخواند، تهجد میخواند، استغفار میطلبه. با وجود که برای عبادت بلند شده استغفار میطلبه، ممکن الله میره نپذیره. ایمان بین خوف و امید میباشه. صفت دیگر متقین، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در مالهایشان کسانی که دست دراز میکنه، کسانی که سفید پوش است، برای زیرا حق است. به این معنا که متقی بخیل شده نمیتوانه، متقی سخی میباشه. دیگر قدرت های خود را الله ذکر میکنه. و فی الارض آیات للموقنین، شما زمین را بنگرید، آسمان را ببینید، بحر و بر و ایت شب و روز، ای چیزهایی که شما در دنیا میبینید، ای همه چیز به یک چیزی دلالت میکنه. و بالای خدا متوجه باشید. و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی انفسکم، برای خود متوجه شه که در وجود شما ظاهره که الله گذاشته، که انسان اگر متوجه شه واقعا به الله ایمان میاره، به الله باورش بیشتر میشه. و اقوامی که ای پیام الهی را نپذیرفتن که توسط پیامبران الهی برشان رسیده شد، سرانجامشان چی شدن؟ هلاک شدن. اگر شما هم نمیپذیرید، سرانجام شما هم طوری که سرانجام آنها بود همان طور خواهد شد، شما هم از بین خواهد رفت. و در اخیر سوره الله مهمترین علت و سبب اصلی خلقت انس و جن بیان میکرد. همگی انسان ها، همگی جنیات و دیگر مخلوقات که الله آفریده، به خاطر چی آفریده؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انس و جن دا ما به خاطر از آفریدیم تا که ما را بشناسه. ما کی هستیم؟ برای چی اینها را به دنیا آوردیم؟ ایده زیاد امروز در دنیا کسانی وجود داره که هدف از خلقتش نمیفهمه. فکر میکنه که در دنیا به خاطر ازی آمدم که بپوشم، بخورم، بنوشم، بگردم، بس نی. حالا اینکه این کارا خود دیگران میکنه، حتی حیوانات از ما زیادتر میخوره، زیادتر مینوشه. هدف یک مسلمانی شده نمیتونه. به همین علت کسی که هدف عالی و بلند داشته باشه، هیچگاه در مسیری که حرکت میکنه خستگی را برای خود راه نمیده و خسته هم نمیشه، چون که هدفش عالی است.
هدف چیست که الله از ما راضی شود. الله در هر کاری که راضی شود انسان باید امو کار تعقیب کنه، او در هر بخشی که باشه ما میتونیم در هر بخش از زندگی خود الله را راضی کنیم. و در اخیر الله میفرماید که فکری چیزی را که شما همیش در ذهن شما هست او چیز رزق است که از کجا بخریم از کجا بیاریم. الله میگه این مسئولیت ماست، کدام وظیفه که برای شما سپردم شما وظیفه خود را انجام بدید، ما وظیفه خود را انجام میدم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بدبختانه خیلی کم به این متوجه هستن. موضوع دوم سوره الطور، به اعتبار نزول 76 دارای 49 آیه مبارکه و دو رکوع سوره، سوره مکی است. الله در اینجا پنج قسم قسم خورده: الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. جواب قسم: إن عذاب ربك لواقع. يقينا عذاب پروردگارت حتما آمدنیست، واقع شدنیست. قرآن کتابی است که دی تأثیر داره، لیکن کسی تأثیر بگیره، کسی که نگیره ولی ازش تأثیر نمیگذاره. جبیر بن مطعم رضی الله عنه و میگم ما به مدینه منوره رفتم به خاطر که در مورد اسارای بدر، کسانی که اسیر بودن، بندی بودن، محبوس بودن، با در مورد از اونا گپ بزنم. ما مدینه میگه رسول الله صلی الله علیه و آله در نماز مغرب سوره طور را تلاوت میکرد، هرگاه که به آیت رسید میگه این عذاب ربک لواقع. میگه ما فکر کن که دل ما چیر شد، پاره شد، بس ها به زیمه میگه من ایمان آوردم. هم چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت 35 و 36 را تلاوت فرمودن: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. وقتی که من رایش شنیدم میگه باز متوجه شدم که فکر کردم که دل و حواس ما از بین میره، ختم میشه. اینی قدر تاثیر بالای ما گذاشت قرآن کریم. همچنین حضرت عمر رضی الله عنه در مورد ایشان میگه شبی از شبها در کوچه مکه مکرمه چی میکرد؟ گشت و گذار میکرد تا که احوالی رعیت خدا بگیره. سبحان الله، عمر بود رفت، فکر نکردم دیگر عمری پیدا شد بعد از عمر تا روز قیامت که مانند عمر حکمران باشه. از جوار یک خانه، از جوار دیوار یک خانه میگذره، سوره طور در آنجا تلاوت میشد. شب است، از این معلوم میشه که مسلمان آن زمان در شب قرآن را تلاوت می کنیم. امروز نه شب می خوانیم نه روز می خوانیم، باز میگم چنان شده چنین شده. الله بار بار بچه ما ایره نمیته، خاطر نمیته که همون نعمت هایی که دادم قدر از او را نمیدانیم، نعمت دیگری تقاضا میکنیم. حضرت عمر رضی الله عنه بالای سواری بود، وقتی که آیت راشه این عذاب ربک لواقع، از سواری تاشه به دیوار تکیه زد، میگه تا یک ماه در خانهش بودن هیچ کس نمیفهمید که چی مرض داره، در حالتی بودن که بالکل هیچ سی درک نمیکردن. یک آیتی قد تأثیر گذاشت، اینو تمام قرآن خود نمیشه هیچ. بینان قرآن کتاب است که باید با تدبر خوانده شود، حتما تأثیر داره. کسایی که از قرآن تأثیر نمیگیره مشکل در خودی از اوست، در قرآن نیست، قرآن هم قرآن است. سپس متقین را ذکر میکنند، برای متقین کدام نعمت هایی که الله تعیین کرده. و صرف خود متقین نیه، کسی که از فامیلی از اوست، کسی که از اولادی از اوست، اونام اگر در پی از اونا رفته باشه برای از اونام الله نعمت هایی که تعیین کرده او رم برش الله میتا گینه. و ما علتناهم من عملهم من شی، اگر شما یک چیز کمی نمیشه. باز مشرکین کدام موقفی که داشتن که او را رد میکره، ام له البنات و لکم البنین، که اونا میگفتن برای الله ملائک حیثیت دخترها را داره، میگه دختر خودتون قبول ندارن، باز میگه برای الله دختر باشه، خیلی فیصله نادرستی است. دیگه در اخیر باز سایی که اونا میگفتن اونا رد کرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم داشته که تو کار خود را ادامه بده، تسبیح و تحلیل بگو. و الله تعالی از کید ماکرین، از کید مجرمین نجات خواهد داد. موضوع سوم سوره النجم، به اعتبار نزول 23 سوره مکی است، 62 آیه مبارکه داره، دارای 3 رکوع. و النجم اذا هوا، به همین علت نامی از این سوره النجم گذاشته شده. در ابتدا الله به نجم قسم خورده، به خاطر که
پیغمبر صلی الله علیه و سلم صداقت چه بیان کنه که پیغمبر انسان عادی نیست. و بعدن آمدی جبرئیل علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به معراج کی رفتن، معجزه معراج موضوعات ذکر میشه، جنت، دوزخ، بیت معمور، سیرت المنتهى، این چهار الله ذکر میکنه. باز الله میفرمایه کسانی که متقی استن، مسلمان واقعی استن، از کبائر اجتناب میکنن. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دیگه صفات خاصی مؤمن چیست؟ وقتی که قار میشه قار خدا کنترل میکنه، اذا ما غضبوا هم يغفرون، میبخشه، بخشتر. مسئله دیگه که الله ذکر میکنه در این صورت، هر کس میگه مسئولیت اعمال خود را داره. ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولا تزر وازره وزر اخرى. کسی بار گناه کسی را به دوش گرفته نمیتوانه. بل یک موضوع دیگر است، یک کسی باعث یک گناه کسی دیگر میشه، او گناه خودش خواست است و این باعث که کسی دیگری هم گناه را انجام بده، چون که به سبب از او گناه را انجام داده، باز گناهی که او انجام میده بالای از او هم گناه است، اما قدر باز عذاب بالای از او چند میشه. بخاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمان من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها، هم کسی که من سن سنه سیئه، یک مسیر یک راهی نادرستی را ایجاد کرد، مردم به او را حرکت کرد، و هر کسی که به او گناه آغشته میشه باعث از او این میشه. مثل موضوع حابل و قابل است، گناه قتل کردن تا روز قیامت قتل که میشه بالای از او میشه، چون که او اساس است. و در آخر سوره الله متعال بعضی قدرت های بزرگی خود را ذکر میکنه که الله که چه قسم ذات است، میگه هو اضحک و ابکا، الله ذاتی است که میخندانه میگریانه، و انه هو امات و احیا، او زندگی میبخشه او میمیرانه، و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، الله ذاتی است که مرد و زن را آفریده. اگر مرد میبود زن نمیبود، بازم دنیا ادامه پیدا نمیکرد. اگر زن میبود مرد نمیبود، هر دو لازم و ملزوم است، هر دو چهار تیری موتر هستند، بدون یک تیر ما حرکت کرده نمیتونیم، چه جایی که به دو تیر حرکت کنیم. الله نظام دنیا را، بقای دنیا را با وجود هر دو قشر وابسته کرده، هیچ امکان نداره که بدون زن زندگی ادامه پیدا کنه یا بدون مرد ادامه پیدا کنه. بنابراین هر یکی از اینا باید قدر یک دیگر را چه کنن؟ بدانن. و ان علیه النشأة الاخرى، الله ذات است که دوباره پیدا کرده میتوانه. اول که پیدا کرد بار دوم هم بری از او، یعنی شما قیامت را باید بپذیرید. یک روز آمدن است که حساب کتاب، و انه هو اغنا و اقنا، کسی که مال می تموس، کسی که غنی می ساز اموس، فقیر می ساز اموس، ما به انسان های را وابسته کردیم. و انه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اطغى. میگنی قومایی که تباه شدن هلاک شدن کی کرد؟ الله کرد. وقتی که الله آنها را تباه کرده توانست و تباه نمود، شما را نمیتونه که از بین ببره. این تهدید است برای ظالمین امروزه که باید متوجه باشیم. موضوع چهارم سوره القمر به اعتبار نزول 37، به اعتبار نزول 37 سوره مبارکه است، 55 آیه مبارکه داره و دارای 3 رکوع میباشه. اقتربت الساعه وانشق القمر، این سوره وعید هم داره، وعده هم داره، بشارت مجده هم داره، و تخویف هم است، مواعظ و عبرت هم است، نبوت، رسالت، بعث، نشوز، این موضوعات در اینجا ذکر شده. و قبل از اینکه قیامت بیه، اقتربت الساعه وانشق القمر، یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم منشق قمر، قمر آفتاب دو چیره شد، دو پاره شد. مشکین همی تقاضا را کردن که کارا بکنیم، ایمان میاریم، لیکن ایمان نیاوردن. و همین الهی در لامه فاین یارو آیتا یعلیدو و یقولو سحر مستمر، هر معجزه را که ببینن ایراز میکنن. هدفشان در اینجا ایمان نیست، هدفشان تکلیف است برای مسلمان، برای پیامبر رساندن است. حالا که وقتی که همی آمد معجزه که طلبیده بدن، معجزه که آمد، باید ایمان نمیاردن، لیکن ایمان نیاوردن. بر حدیث مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمه، قسم اشاره کردن که ما و قیامت اینقدر فاصله داریم، انگشت با انگشت چقدر فاصله داره. یعنی آمدی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دنیا
به این دلیل است که قیامت خیلی نزدیک است. حالا خود 14 قرن گذشته، فکر کنیم که ما بالکل در پهلوی قیامت قرار داریم و علائمی که برای قیامت است، تعدادش صغایر عموما تقریبا است و علائم کبرا، علائم بزرگی که داره، یک تعدادش به وقوع پیوسته، یک تعدادش که مانده و به وقوع می پیونده. و امروزه جهان امروز، عصر امروزه که آدم میبینه وضعیت مسلمان ها را، وضعیت اسفبار، وضعیت مشکلی که مسلمان ها با او دوچار هستن و ظلم ظالمون مستکبرین جهان را که آدم میبینه، خیلی با او ما چیستیم نزدیک هستیم. امت اسلام منتظر یک ناجی است که به نام عیسی علیه السلام میآید. الله متعال به حال امت اسلام رحم کرد. و موضوع بعدی که دیجا موضوع پنجم است، الله می فرمه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله می فرمه ما قرآن را آسان گردانیدیم. ولی آسان گردانیدیم چی معنا؟ باید مفهوم دقیق ایزره باید ما بدانیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. آسان است چی معنا؟ خواندنش آسان است، دوم حفظ کردنش آسان است، نصیحت پند حاصل کردن از قرآن آسان است، چار عمل کردن با قرآن آسان است، بندازه آسان است، بندازه ما در کده میتونیم که یک انسانی که در دیهات در قرا زندگی میکنه قرآن را به آسانی میتونه بخونه. لیکن امو زبان مادری کدام زبانی که داره با او نوشتن و خواندن یاد نداره، لیکن قرآن یاد داره. همچنین ما میبینیم اطفال معصوم به صدان به هزارا امروز در دنیا وجود داره که در سینه خود قرآن را جا دادن. یا آسانی قرآن است. همچنین هر کسی که به قرآن رجوع میکنه و از ته دل رجوع میکنه، وقتی قرآن را میشنوه و اذا سمع ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، از چشماشان اشک میریزه. لیکن قرآن آسان است به این معنا نیست که هر کس و ناکس قرآن را بخونه، مطالعه کنه، بعد از او بخواه که از قرآن استنباط کنه، یک قرآن چیز جدید را اجتهاد کنه، این معنا باز این مفهوم نمیده. چون که برای از این شرایط و شروطی وجود داره که هر کس این صلاحیتی توانایی نداره، بخاطر از این باعثی بدبختی خودش هم میشه، ظلو اظلو، خودش هم گمراه میشه، دیگران هم گمراه میکنه. برای از این چیزهای دیگری لازم است که مفسرین باز تفاصیل خود ذکر کردن. به همین علت در آخرش الله میفرماید در آخر سوره انا کل شیء خلقناه بقدر، برای هر چیز ما یک چیز معین کردیم که دیگر نمیتواند که از او استفاده کنن. موضوع ششم سوره الرحمن به اعتبار نزول 97 است. این سوره مبارکه سوره مدنی است، 78 آیه مبارکه داره و آیه 3 رکوع. 3 رکوع به 3 بخش تقسیم شده. رکوع اول 12 دلایل عقلی ذکر میکنن. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اینا همه دلایلی هستند که به وحدانیت و به بزرگی و به قدرت الله دلالت میکنن. نام یزید صورت به نام عروس القرآن هم ذکر شده. نعمت های بزرگی که الله بر انسان ها در دنیا و در آخرت که گذاشته ده، این صورت الله ذکر میکنه، بار بار ذکر میکنه. الرحمن علم القرآن، میگه الله ذات رحمان است، مهربان است، علم القرآن. بعد از رحمان متصل الله میگه علم القرآن. ذات مهربان یکی علتی از مهربانی شمین است که برای ما قرآن را چه کرده؟ نازل کرده. علم القرآن خلق الانسان، متوجه باشیم ده ایجا علم القرآن اول ذکر شده، خلق الانسان در قدم بعدی، در آیت بعدی. به این معنا که انسان را الله آفریده به خاطر تعلیم قرآن. چون که بدون تعلیم قرآن ما نمیتونیم خالق خود را بشناسیم. ما خدا را چه وقت میشناسیم؟ وقتی که کتابی از را بخوانیم که او چه قسم ذاتی است. به همین علت به خاطر شناختی الله باید ما کتابی از را بخوانیم. هدف از آفرینش پیدایش انسان هم در سوره طور ما خواندیم، در سوره الذاریات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معرفت الهی است، هدف از خلقت انسان و معرفت الهی بدون کتاب الهی ناممکن است. به همین علت اول علم القرآن ذکر کرده، خلق الانسان ذکر کرده. و
بحث دومی که در رکوع دوم است تخویف است. تخویف یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. برای کسانی که بیراه استن، گمراه استن، بیدین استن، کافر استن، الله میگه اینی چیزا رو من برشان چی کردم؟ آماده کردم. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. مسائل تخفیف دی ذکر میشه که الله بترسین، متوجه این چیزا باشین، ایمان بیاورین. و کسی که باز پذیرفت ایمان آورد، برای از اونها نعمت های اخروی را ذکر میکنه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، دو جنت برای زوز. فیهما عینان تجریان، چشمه ها میباشه. فیهما من کل فاکهه زوجان، هر نوع میوهی که تو بخوای در آنجا است. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چیزی که تو خواسته باشی موجود دور در آنجا، وجود نداره، موجود نیست، لیکن تو که خواستی الله برات آماده میکنه. سبحان الله. نزلا من غفور الرحیم، الله میگه است جانبی ما شما میمان هستین. کسی که میمانی خدا باشه چه فکر میکنین؟ میمانی یک انسانی عادی، یک انسانی که در یک جایگاه نسبتا مثلا یک رئیس از یا وزیر است، چه قسم میهمانی بعد میسازه؟ وقتی که میهمانی از او ما تعریف کرده نمیتونیم، از حد و از بیان ما بیرون است. میهمانی الله چه قسم باشه؟ یا الله به بزرگی و عظمت خود برای همگی ما میهمانی خود را نصیب ما بگردان. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حساب، چیزی که میخوری، مینوشی، میپوشی، در جایی که تو زندگی میکنی، الله میگه همه سایش برای تو میسر است. فیهما عینان نضاقتان ذوات افنان فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان کأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. 31 بار تقریبا دی سوره فبأی آلاء ربکما تکذبان است. بعد از هر نعمت، بعد از تخویفی که ام الله ذکر کرده، بعد از اون فبیه، چرا؟ از یک مشکل که تره نجات داده، ای خودش نعمت است. ای خودش یک بزرگترین نعمت است که تره از یک مشکل الله نجات داده. لیکن ما او طرف توجه نمیکنیم که در این مشکل دچار نیستم، این خودش یک نعمت است. سرس که نعمت دیگری در دست ما نیست، لیکن از اون نعمت برخوردار هستیم. دو مشکل ما دچار نیستیم، ای خودش بزرگترین نعمت است. الله تعالى توفيق نصيب كنا كي قدر نعمت هاي الله لما بداني. موضوع هفتم سورة الواقعة باعتبار نزول 46، این سورة سورة مكي 96 آية مباركة دارا و دارا سير حكومي باشد. قيامت دي ذكر ميكين احوال قيامت اذا وقعت الواقعة، بهمين اللي نامي ازي سورة الواقعة قزشت اشتا. بعض يوم ميكين سورة الغناء نامي ازيز. حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روايت است، یه کسی که هر شب صورت واقعه را میخوانه با فاقه، با گرسنگی مواجه نمیشه. با وجودی که بعضی ها در چی ازی تکلم کردن در سند ازی، باز هم در مورد فضائل علما به عقیده و به باور هستن که در مورد فضائل اشکال نداره، که ضعیف هم باشه قابل قبول است. اذا وقعت الواقعه، وقتی که قیامت واقع میشه چی میشه؟ اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. ده تبقى ذكر ما كان. فاصحاب الميمنه صاحبان دستراس، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. كظام نعمت هايك الله بلا ذكر كذا، كظام نقمه عذابك بري اصحاب الشمال است الله برای از اونا ذکر کرده. بله تفصیل، چون که این برنامه ما برنامه تفصیلی نیست، نمیتونیم نعمت ها را یا عذابی که برای از اونا ذکر تفصیل ذکر کنیم. با در اخیر الله قدرت های خود الله ذکر میکنم. الله میگه افرائیتم ما تمنون، شما از کجا آمدید؟ شما را کی آفرید؟ از یک قطر آب شما به دنیا آمدید؟ باز تکبر، باز ایراز، باز روگردانی؟ نه، نباید چنین کنید. انتم تخلقون و نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. امچه الله میفه افرائیتم ما تحرثون، ای زراعت از کجا آمد؟ گندم از کجا میرویه؟ ای نخود، ای جو، ای دیگر نعمت هایی که در زمین الله گذاشته که میرویه، سب سب میشه، ای از کجاست؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما
فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الله بدقاني ما تذكرني. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أي إنسان هر قطرة آبي كي در دهاني تو داخل مشى إلى كي أفردا أنتم أنزلتموهم من المزن أم نحن المنزلون؟ أز أمر أمير كبيرون ميارا الله وقتی که الله کار میکنه دری الله را ترک نموده به دیگه داره چرا میروید؟ دری دیگر را بند است قلباب میکنیم ما دری الله همیش باز است. این بدبختی ماست که ما دری الله را ترک میکنیم. موضوع دیگر موضوع هشتم و اینه لقسم لو تعلمون عظیم اینه لقرآن کریم. در مورد ستاره کهکشان ها در مورد قرآن الله چی قسم یاد کرده؟ بخاطر از اینکه امی دنیایی که ما میبینیم مشتمل به 500 میلیون کهکشان هاست. هر کهکشان در آن تقریبا یک لک میلیون ستاره وجود داره. همیش در گردش می باشه. این مهتابی که می بینیم ما همیش در گردش است. این زمین بر محور خود 1000 میل در ساعت رفتار میکنه. این آفتابی که ما می بینیم 6 لک مربع میل در چی می باشه؟ در حرکت می باشه. ستاره ها که ما میبینیم در یک ثانیه تقریبا 8 میل رفتاری از این هستک. باز مختلف هستک 33 میل هم هستک در یک ثانیه 83 میل است. اگر اینا با هم تکر کنه ای از همه چیز از بین میره. به همین علت الله در اینجا قرآن هم ذکر کرده ستاره هم ذکر کرده، چون که قرآن و ستاره با هم مشابهت داره. ستاره ها ما به سبب ستاره ها راه را پیدا میکنیم، به سبب قرآن راه خدا را پیدا میکنیم. قرآن سبب هدایت چه قسمی که ستاره ها سبب هدایت است در تاریکی. ستاره ها کدام عجایب و فوایدی که داره تا ما صد فیصد برای ما آشکار نشده، همچنین عجایبی در قرآن که نیفته است تا امروز برای ما مو آشکار نشده. کوشش داریم سعی تلاش میکنیم. موضوع نوم سوره الحديد به اعتبار نزول 94 سوره مدنی است، 29 ورکه داره، دارای 4 رکوع می باشه. موضوع دوم 5 علت ذکر میکنه برای انفاق فی سبیل الله. میگه شما در راه الله انفاق کنید. چرا؟ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. به خاطر اینکه یه شما میبانه در پیش شما همیش نمی باشه. امروز در دست شماست، فردا در پیش دیگری است. همین علت باید شما چکنین انفاق کنین. دوم و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا مصرف نمیکنین؟ ولله میراث السماوات والارض، بخاطر همه چیز از الله است. اما که امروز به دست تو داده و از الله است، چرا تکبر میکنی؟ چرا مردمی که مستمند است، مردمی که بیچاره و ناتوان دست داره چرا نمیگیری؟ الله میگه بگیرین، بخاطر اینکه هر چیزی که دارین و از ماست. سوم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، میگه بل الله قرض بتین. قرض کلمه قرض به خاطر از ذکر شده که ما قرض برای کسی که میتیم 100 درصد یقین داره که پس از اون میگیریم. به این معنا یعنی الله میگه شما که در راه الله مصرف میکنید در حقیقت در برای الله قرض دادید. الله ما برای کسی 1000 قرض میتیم پس 1000 میگیریم، 100 درصد یقینی هم نیست، لیکن در راه الله که مصرف میگه که برای الله قرض دادی. بازور 700 چند نی، الله میگه از 700 چند من برای شما چه میکنم؟ یضاعف لمن یشاء، بیشتر براتون عطا میکنم. در راه الله 1000 مصرف کی میگه؟ الله میگه 7 لک روپیه من برات میتم، 70000 برات میتم. باز وعده الله خود 100 درصد یقینی است. کسی دیگر که قرض میگیره امروز خود گور میشه، اقتداد نمیتن، لیکن الله خود 100 درصد یقینی است میتن. چرا در راه الله شما مصرف نمیکنید؟ چارم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ای کسی که میگه دست چیزی داری متوجه باش زندگی دنیا بقا نداره، به خاطر چند روز به دنیا آمده ای. این ساعت تیریست مثل که اطفال از جمع میشن در یک جا کسی رو میسازن، وقتی که پس میخوان که بران رو خراب میکنه میره. این قسم دنیا زندگی دنیا است. زندگی دنیا باید شما را فریب ندهه. مانند یک چیز آب خشک است، آب میاد سرسبز میشه دیار از بین میره. این قسم انسان است، به دنیا می از بین میری. و در اخیر انسان میگه به خاطر از مال مصرف نمیکنم، به خاطر که امروز اگر مصرف کنم فردا دستم بند میشه، باز من چی کنم؟ الله مهما اصاب من مصیبت، هر چیزی که میرسه به حکم الله میرسه. امو الله که برای این مصیبت آورده، امو الله از پشت ما را پس دور میکنه. مال دور کردن نمیتونه، مال یک وسیله است. مال یک سبب است. ما بس به ذاتی باید توکل کنیم که مسبب الاسباب است. سبب او خلق میکنه، او میآفرینه، او پیدا میکنه.
بدبختانه ما امروز به اسباب متوجه هستیم، به ذاتی که اسباب را خلق میکنه، اسباب را خلق کرده به او متوجه نیستیم. این پنج علت است به خاطر از اینکه میگه ما در راه الله چه کنیم، باید این مصرف کنیم، خرج کنیم، انفاق کنیم. انفاق فی سبیل الله، برای رضای الله. هرگاه که ما سر متوجه شیم حتما باز انفاق میکنیم. و یک موضوع مهم، مسئله دیگری که دی آیت الله میفرماید در سوره مبارکه، الم یعنی الذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله میفرماید آل وقتی از این آمده که اکتیداد کسایی که قرآن را میشنون دلشان به سبب از این نرم شوه. ولی من فضیل ابن عیاض است رحمت الله علیه، یک عالم دیگر است، دقیق از این من است، بزرگترین دزد بود، دزد رهبر دزد بود. شبی از شبها میرفت میخواست که در یک خانه داخل شوه، از داخل خانه آیت به گوشش فرا رسید. وقتی که شنید الم یعنی الذین آمنوا، آیت بار بار تکرار میکرد، اشک میریخت. از این معلوم میشه مسلمانای قرون اول چقدر با قرآن عشق داشتن، چقدر عشق میورزیدن با قرآن، محبت داشتن، با وجودی که در روز کارهای شاقه را انجام میدادن، بازم در شب در نزد الله خود بروبروی الله خود استاد میشدن و قرآن را تلاوت میکرد. بار بار گفت الان، الان جاء، حالا آمده وقتی از که دلهای ما نرم شد. اینمی آیت بایی سیزو میشه که هدایت میابه، بر میگرده، توبه میکنه و از او یک انسان بزرگی جور میشه که برای جهان اسلام به خدمات ارزنده انجام داده. الله متعال دلهای همگی ما و شما را به خاطر قرآن نرم بسازه و ما و شما را همگی را به سوی خود توفیق نصیب کنه که برگردیم به سوی توبه کنیم، رجوع کنیم و زندگی ما را زندگی قرآنی بسازه. تا برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.